دوستای عزیز سلام امید که جور و صحتمند و سر حال باشین امروز چهار شنبه که مصادف است به بسیدی جدی سال 1400 و شما را خوش آمدید میگم به که دیگر از گزارشات چینل زندگی امید است تا آخر بننده باشید و ما را تنها نگذارید بله اینجا بازار سنگ موشه ولسوالی جغری هست و در گوشه این بازار چه شما به تابلوی هفت افتید که نوشته بود کتابخانه فرهنگ و در پایین این عنوان ای بزرگ نوشته بود تبادله کتاب کتاب به شکل امانی و خرید و فروش کتاب یکی که کتابهای کهنه را می خریدن و کتاب را به شکل امانت برای مردم می به خاطر یکی فرهنگ کتابخانه در بین مردم مرویش شود و دیگه ای که کتاب را کتاب را تبادله میکردن کسی که کتاب داشتن در خانه خود آنها خوانده بود و دیگه به دردشان نمیخورد میتونست کتاب کوهنی خود بیاره در اینجا و یک کتاب دیگر بگیر از اینجا تا یک دستشان هم اگر تنگ از کتاب دیگر خریده نمیتونه از یه نجات پیدا بکنه که یک کتاب صاحب کتاب جدید میشه و او کتابش که در خانه کسی استفاده ازش نمیکرد و کتابش هم میای داخل کتابخانه و کسای که از ازش استفاده بکنن. و ما هم رفتیم داخل و جالب تری که مسئول کتابخانه یک دختر ای بود که به اسم نازانه ابراهیمی و شان درد دل های زیادی داشتن ناشی از این که با تغییر رژیم یا یکی پول در نزد مردم نیست یا یکی همو انگیزه و علاقه ای که قبلا داشتن فعلا نداره که فرهنگ مطالعه و مطالعه کردن در جیاغوری بسیار کم رنگ شده و که مردم زیاد شوق علاقه به کتاب و اینا ندارن و اینا گفتهای بسیار عالی خوبی زدن در قسمتی که شاید بیکاری و بیروزگاری خیلی زیاد باشد اما هیچ وقت انگیزه و و انگیزه تان عزیز نتین و میشه بهترین دوستان کتاب انتخاب بکنین و میشه مطالعه بکنین من روزی به دردتان خود خورد که ما زیادتر پرگویی نمی همه با هم میریم از زبان خودی دختر خانم میشنیم راجع به یکی خرید فروششون قبلا چه قسم بود و فعلا چه قسم است چی عنوان کتاب های در کتاب داره و چه کارهایی کردند در قسمت فرهنگ مطالعه و کتاب خانی در این شما و این هم ادامه گزارش ما امید است که تاخر با ما باشین و گفه های جالب و ارزشمندی ای دختر خانم رو بشنه. و دوستا یادتان نرود چینل ما را سابسکرایب کنید و برای دیگه دوستانتانم به معرفی بگیرید و ای شما و ای هم ادامه گزارش شما سلام خدمت همه دوستای عزیزی که امید ما تماشا چی هستن نازدانه ابراهیمی هستم مسئول کتابخانه فرهنگ جاغوری چطور از فرهنگ مطالعه جاغوری؟ بله فرهنگ مطالعه بهتر بود ولی با وضعیتی که پیش رو آمد باز مردم علاقهش به کتاب کمتر شد باز ما کسا قبلا که خیلی راضی بودیم چون هر مشتری که میموت یک کتاب یا میخرید یا امانیم برد او را مطالعه کرد ولی از وقتی که وضعیت پیش رو آمده باز وضعیت خراب شده دیگه فرهنگ مطالعه بخی کم شده <س anak -anlican> نمیفهمم که به انگیزگی مردمه یا به پیسگی مردمه ولی به صورت مثل قبل نیست دیگه شما در کتابخانه چی ها یا فرهنگ هسته بخش رمان روانشناسی تاریخ سیاست ادبیات دمی بخش است باز کتابی مکتب ما در بازار زیاد دیدم تبلیغات کنه و شما چی چقدر کار کردین چقدر فعالیت کردین در راستای پیاده کردن فرهنگ مطالعه جوغ قسم که همه مردم در جریان است مردم اونقدر پیسه نداره که هر روز کتاب بخره یک آدم خیلی خوش داره زیاد کتاب بخونه ولی پیسیش نداره که اون همه کتاب بخره و بخونه باز ما کسته یک سیستم امانی جور کردیم گرچن کتاب شو... کتابخانه شخصی زیاد خلاصا مفاد نداره چون این از طرف ای جای حمایت نمیشه فقط شخصی ولی صرف به خاطر از که ما در جامعه خدمت کرده باشیم فرهنگی، مطالعه را به سیستم امانی جور کردیم این سیستم امانی کسته گرچن بخش کتابخانه یا سود دیشته باشه یا نداشته باشه ولی بخشی مردم بنفشه چرا به خاطر از اینکه قد قیمت یک کتاب چندین کتاب میتونه بخونه یادم باز ما ام سیستم امانی داریم و دوستایی که امیل لحظه رو میبینه و علاقه به کتاب داره ما سمیمانه، صمیمانه دوستانه اش که کتاب بخونه مثلا یا در پی که مثلا در فیس... که ما باشه کتاب خانه میگریم گرشن شاید و قدر زیاد نباشه ولی به از او چرا به خاطر از اینکه او آدم مثلا نمیتونه 400 روپیه یک کتاب بخونه ولی 40 روپیه راحت میتونه مثلا کتابخانه بده کتاب رو ببره مطالعه کنه و در ضمن اگر کتاب زیاد مطالعه کنه کتابخانه باز بخشش تخفیف قائل میشه خب یک کتابخانه تا نام خدا کتابی زیاد داره اینجا اینجا مردم کمک کرده در خسمت خودن شدن کتاب خانه خیر. نه زیادتر کتاب از موک شخصی بوده با پول شخصی خود از موک خریداری شده و در اینجا گذاشته شده باز گشن مو درخواست هم از نفران نکدم که در اینجا کمک کنه چون به خاطر از که یک کار شخصی است باز در بخشی عمومی اگه باشه آدم ها کمک میشن باز از مو معمولا شخصیه همه چیز دستجوری در واقع بگیم که همه چیزایی را که خودگون موردیم اونا مو هستند. در پیام کنید؟ پیام من به کل مردم که امیل از را بیننده هستن اولا این که به انگیزه نباشین روزهای سخت میگذره فقط استفاده کنید به بهوده نگذرانین و کتاب بخوانین کتابخانه فرهنگ همیشه در خدمت مردم بوده و میباشه. همی شما اگر در خانه بیکار هستین از شیم سمی ما نه کتاب بخوانین ام به نفع خود گنج هم ام به نفع جامعه ای که مثلا شما بیکار در خانه بشین که اصلا کاری از دست از مو شما اگر برنه حداقل کاری کنیم که اما وجدان خود آدم راحت باشه باز به با این اساس کستم کتاب مطالعه کن و وقت خیلی ندین سمیمانه از کل مردم و کسایی که مرا بینین دسته خواهش منوم کتاب بخوانین نه با شما به این فکر نباشین که کتابخانه فرهنگ است تبلیغ تجاری منه صرف به خاطر ازمی که همه مملکت آباد شونه به خاطر این می از از کتابخانه فرهنگ نه از یک کتابخانه دیگه ولی کتاب بخونین اما کتابی را که کتاب ده خوانید اونم رو بخونین چندین بار بخوانید شاید از یک چیزی برداشت کنید اگر دسترسی ده کتاب و کتابخانه و بازار ندارید ممنون